یکی از داغترین مشکلات در دو سه دهه گذشته و مخصوصا در بین کودکان و نوجوانان ADHD است. مشکلی که میتونه فرد رو بیشتر از حالت عادی به سمت مواد مخدر سوق بده و در نهایت فوق خطرناک باشه. این مشکل چی هست؟ چه علائمی داره؟ و از کجا شروع میشه؟ آیا زندگی مدرن امروزه باعث شده که این مشکل در بزرگسالان هم تشدید پیدا کنه؟ درود به همگی. فرشید جلیان هستم. نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم. من یک مشاور و مربی منابع انسانی کنجکاف در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب تجربیاتم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکست های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم و امروز میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم ADHD یا Attention Deficit Hyperactivity Disorder این ویدیو جهت آشنایی شما با این مشکل هست و قرار نیست در آخر راه حل ارائه بشه مثل همیشه باید اول یک مشکل رو درک کرد بعد به دنبال راه حل براش بود بید با درس مورد علاقه من یعنی یک مقدار تاریخ شروع کنیم و ببینیم این ADHD از کجا اومده تا چقدر ما اطلاعات راجبش داریم در گذشته خب در گذشته به ADD معروف بود که برای اولین بار در 1904 در مقالات علمی ثبت شده اما تحقیقات جدید نشون میده که این مشکل از زمان خیلی دورتر وجود داشته چون اثراتش در ژنتیک پیدا هست و نشون میده شانس شما در داشتن ADHD با داشتن والدین یا اقوام درجه یک که با این مشکل درگین هستند مقداری نسبت به سایرین بیشتر میشه این مشکل هیچ ارتباطی با هوش نداره چه IQ بالا یا پایین چه آیکیوی که کیو که به درک احساسات برمیگرده هیچ کورلیشنی یا به عبارتی ارتباطی با ADHD ندارن طرف های 1980 روانشناسان متوجه شدن که یه نتیجه گیری کلی کردن البته که بچه هایی که این مشکل رو دارن از طرف خیلی بیش فعال هم هستن پس اومدن اسمش رو از ADD به ADHD تغییر دادن اچ اضافه همون هایپر اکتیویتی یا بیش هست این باعث شد که تشخیص این مشکل در سنین پایین مقداری سختتر بشه چون بچه ها عموما شیطنت دارن ذاتشون هست و کاملا طبیعیه اما شر این نتیجه گیری دامن نداشته پسر بچه ها رو بیشتر گرفت باید بدونید که برای مثال حدود 10 درصد کودکان آمریکایی دچار ADHD هستند و خب این آمار افرادی هست که تشخیص داده شدن. تشخیص درست این موضوع خودش یه موزل هست پس این یک بیماری مدرن نیست اما به شدت در 50 سال اخیر شدت پیدا کرده از طرفی نرخ این بیماری در بزرگسالان هم رو به افزایش هست متاسفانه هنوز مشخص نشده که مشکل ADHD از قبل یعنی در کودکی در این افراد وجود داشته و در بزرگسالی بیشتر شده یا نه اصلا چیزی نبوده و بعدها به وجود اومده سوال بزرگی که خیلی از دانشمندان در جستجوی جوابی برای اون هستن این سوال هم خیلی مهمه که آیا این مشکل ADHD که قبلا فقط ژنتیکی بود با زندگی مدرن امروز داره در بزرگسالان هم به وجود میاد یا نه حتی اگر ما ژن این بیماری رو نداشته باشیم آیا احتمال دوچار شدن بهش داره روز به روز بیشتر میشه قطعا جواب تمام این سوالات رو ندارم اما بیاین با هم یه سری از نشونه های واضح ADHD رو بررسی کنیم مورد اول رسما مهمترین مورد عدم تمرکز حتما میدونید که اگر نمیدونید باید بدونید که مشکل اصلی و اول افرادی که دچار ADHD هستند عدم تمرکز هست به طبع این افراد خیلی زود و راحت حواسشون پرت میشه چون تمرکز ندارن خیلی راحت هر چیزی در اطرافشون میتونه اونها رو آزار بده این مورد حتی از لحاظ احساسات هم صادقه یعنی خیلی زودتر از این مود به اون مود برن همونطور که تمرکزشون میتونه خیلی سریع از یک موضوع برداشته شه و به یه موضوع دیگه بره به علت یک مورد خارجی مودشون هم میتونه به علت یک مورد خارجی خیلی سریع تغییر کنه اما یه نکته ای که خیلی جالب هست این افراد با اینکه میتونن نمیتونن یعنی بیشتر مواقع تمرکز کنن وقتی یه کاری مهمی بهشون بدی که خیلی خیلی دوست دارن براشون خیلی جالب هست شدیدا تمرکزشون بالاتر از حد نرمال عموم میره برای مثال یه عزیز کوچولویی رو میشناسم اول از همه یاد اون افتادم این پسر وقتی کوچیک بود از دیوار راست بالا میرفت برای لحظه ای نمیتونستی نگرش داری یه اصلا طاقتش نمیگرفت فوق العاده هایپر اکتیف. اما همین که بازی ویدئویی بقیه رو میدید انگار که هیپنوتیزم میشد برای مدت طولانی دهن باز زل میزد به صفحه این یعنی این افراد توانایی تمرکز دارن اما نه روی همه موارد در زندگی باید حتما خیلی خیلی از اون فعالیت خوششون بیاد پس مشکل از عدم تمرکز نمیاد از این میاد که شخص نمیتونه خودش رو مجبور کنه جهت تمرکز روی موردی که دوست نداره اما واجب هست که انجام بشه این دوست داشتن و نداشتن یک فعالیت هست که در آخر میزان تمرکز فرد رو تعیین میکنه کم و بیش برای عموم افراد هم صدق میکنه دیگه متاسفانه یا خوشبختانه عموم زندگی ما انسان ها هم شامل اموری میشه که ما دوست نداریم انجام بدیم اما با تمرکز کنیم و بالاخره انجام بدیم دیگه شخص عادی میتونه این کار رو بکنه اما فردی که ADHD داره مدام میپیچونه و در آخر براش خیلی سختتر میشه و اما یه پیام بازرگانی بریم اگر از محتوای این کانال خوشتون اومده حتما سابسکرایب کنید اون زنگوله یا نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید که از ویدیوهای بعدی اطلاع پیدا کنید لطفا لینکش رو در گروه های مختلف به اشتراک بذارید این کارتون رو من کمک میکنه تا وقت بیشتری برای این کار تولید محتوای رایگان بذارم پیش ممنونم میتونید از روی پلیلیست ها قبلی رو هم ببینید و مرور کنید مورد بعد برمیگرده به نظم و سیستم مرتب کردن این افراد همگی از سیستمی استفاده میکنن به اسم پایل سیستم این یعنی همه چیزهایی که یک دسته هستن رو بریزید روی هم دیگه تا بعدن اصولی مرتب کنید توی اسباب کشی خیلی به کار میاد خرتوپرتار بر اساس جایی که قرار بره روی هم دیگه میریزید تا بعدن مرتب بکنید اما مشکل افرادی که ایدیشتی دارن این هست که مدام از این سیستم استفاده میکنن نه فقط مواقع خاصی همه چی رو روی همدیگه می ریزن و فکر میکنن که میدونن چی رو کجا گذاشتن خودشون فکر میکنن که سیستم منطقی دارن اما خب چون بر اساس هیچ منطقی نیست و اصولی نیست کسی نمیتونه تشخیص بده جای چی کجاست و در آخر خودشون هم نمیتونن چیزی رو پیدا بکنن کلافه میشن این بینظمی از بینظمی ذهن میاد نه شخصیت یا تربیت یا هر چیز دیگه ای بی ذهن هم جلوتر قشنگتر توضیح میدم که از کجا میاد مورد بعد برمیگرده به حافظه خیلی جا افتاده که این افراد حافظه خوبی ندارن اما کاملا درست نیست حافظه این افراد هیچ مشکلی نداره ضعیف یا عالی بودن حافظه دلیلی بر این موضوع نیست مشکل مجددا برمیگرده به نظم مغز همونطور که کومودشون شاید به هم ریخته باشه حافظهشون هم به هم ریخته هست و براشون سخته که یک موضوع مشخصی رو بهش دسترسی داشته باشن که بهش این بر اساس ورکینگ مموری هم بهش میگن که قسمتی از مغز هست که دسترسی پیدا میکنه به موضوعی که شما در آن واحد بهش نیاز دارید این ورکینگ مموری دسترسی بهش برای این افراد خیلی سختتر از افراد عادی هست مورد بعد زمان هست نداشتن درک درستی از زمان مشکل بعدی این افراد هست این افراد تصور درستی از زمان ندارن اون مواقع دیر میرسن به همه جا یا از همه جالبتر اگه بهشون بگید تو ذهنشون تا 60 ثانیه بشمارن 60 ثانیه اونها با ساعت خیلی متفاوت خواهد بود این مورد یعنی درک ما از زمان اینکه زمان برای بعضی سریعتر میگذره یا کنتر فوق دنیای جالبی هست برای خودش حتی به سرعت ترمیم بدن هم ارتباطش دادن که در آینده یه قسمت راجبش صحبت میکنم حتما رابطش با پلک زدن هم جالبه هرچی سریعتر پلک بزنید زمان براتون سریعتر میگذره و همینطور برعکس دنبال کنید که اون رو هم حتما ببینید نکته جالب اینه که نرخ پلک زدن ما با دوپامین تعیین میشه جلوتر نقش دوپامین رو توضیح میدم حسابی و اونجا خوب متوجه میشید اما اینجا بدونید که دوپامین کم باشه تعداد پلک زدن ها کمتر میشه انگار که زمان یه جورایی کش میاد همه چی رو روی دور کند میره برگردیم به همون 60 ثانیه در این حالت فرد مثلا میگه 90 یعنی زمان براش کندتر گذاشته برعکسش دوپامین زیاد باشه زمان فشرده میشه همه چی روی دور تند میره و فرد حدسش از یک دقیقه معادل مثلا 40 ثانیه میشه یه مثال میتونم براتون بزنم تا این رو یه جورایی کاملا یاد بگیرید و هیچ وقت فراموش نکنید فرض کنید زمانی که در مهمونی هستین یا پیش دوست عزیزی که بهتون خیلی خوش میگذره خب تو این حالتی که به تو خوش میگذره دوپامین شما بالاتر از حد نرمال میره در نتیجه زمان برای شما سریعتر از چیزی که بوده میگذره سه ساعت مهمونی که خوش میگذره در عرض یک ساعت تموم میشه اما فرض کنید همین سه ساعت سه ساعت هم نه دو ساعت باشه سر کلاسی نشستید که استادش خیلی کسل کننده است و اصلا درسش رو هم دوست ندارید چه اتفاقی میفته سطح دوپامین شما به شدت پایین میاد فرض بر اینکه با دوستاتون تای کلاس پچپچ نکنید یا چیزی نخورید خب خیلی کلاس بورینگ و خسته کننده میشه دیگه اون دو ساعت براتون معادل چهار ساعت میگذره حالا فرض کنید فرد ADHD با دوپامین خیلی پایین همیشه خدا وزش هست یک ساعت مونده به قرارش اما برای اون معادل سه ساعت هست پس میگه هنوز فرصت دارم هنوز فرصت دارم تا میبینی پنج دقیقه مونده به قرارش و هنوز با شعوالک نشسته توی خونه این تایم پرسپشن بهش میگن یا تصور از زمان خیلی مهمه و در آخر نشون میده که چرا افرادی که ADHD دارن نظمی هم با زمان ندارن اینجا باید راجع به هورمونی به اسم دوپامین بیشتر صحبت کنیم راجع به این هورمون خیلی مفصل در قسمت 16 صحبت کردم باز هم در آینده صحبت میکنم اما اینجا خلاصه بگم این هورمون خوشحالی مثل معلمی هست که مدام برای ما مهر صدافرین میزنه این مهرای صدافرین مثل جایزه کاری میکنه که تمرکز ما بالا بره خوشحال بشیم از کاری که انجام دادیم و باز هم برای دریافت اون مهر صدافرین یا به عبارتی دوپامین تلاش کنیم و تونتونو، خوشگل مشقامون رو بنویسیم با اینکه اصلا دلمون نمیخواد ساعت ها مشق بنویسیم این هورمون به مغز کمک میکنه که به جای فکر کردن به همه چیز و همه کس در آن واحد روی یک یا دو مورد تمرکز کنه این مورد ها هم بسته به اینکه چقدر برای ما مهم باشن مدام تغییر میکنن دیگه بسته به زمان یکی از مواردی که تعیین میکنه یه فعالیت چقدر در لحظه مهم بشه و بتونیم روش تمرکز کنیم ترس است ترس از عواقب انجام ندادن اون کار که باعث میشه به هر قیمتی شده تلاش کنیم تا تمرکز بالا بره ترس از رفتن به دفتر نازم یا ترس از توبیخ شدن نگرفتن اون مهر صداورین بچه رو مجبور به بالا بردن تمرکز و انجام دادن تکلیفهاش میکنه نظر من شاید شاید و یه شاید بزرگ دیگه یکی از دلایلی که ایدیشی در بچه ها زیاد شده این هست که دیگه نیازی نمی بینند که تمرکز کنند چون انجام ندادن اون فعالیت براشون عواقبی نداره اما برگردیم به دوپامین که میخوام بهتر متوجه شید کار این هورمون رو چون در درک بهتر مشکل ADHD بهتون خیلی کمک میکنه چهار راه شلوغی رو فرض کنید از هر طرف سه تا لاین رسیدن به هم و از قضا برقی هم نیست خب مسلما تمام ماشین ها میخوان اولویت با اونها باشه زودتر ردشن همه چی به هم میریزه دیگه گره میخوره تو هم در آخر هیچ کس هم رد نمیشه این مغز یک فرد ایریشتی هست اما فرد عادی چه شکلی میشه خب فرض کنید یه پلیس اون وسط بزنیم و باز فرض کنیم که همه تمام و کمال به حرف اون پلیس گوش میدن اون پلیس مشخص میکنه در لحظه کی بره کی نره بر اساس تشخیص خودش و اطلاعاتی که توی بیسیم بهش میدن اون سمتی که از همه واجب تر هست رو رد میکنه بره بعد عوض میکنه و همینطوری یه نظمی به اون چهار راه میده اون پلیس زحمتکش ما که احتمالا سرباز وظیفه هم هست بند خدا معادل هورمون دوپامین در مغز هست این هورمون و شبکه این مغز که تحت تاثیر این هورمون قرار میگیره به ما این توانایی رو میده که به بعضی فکرها بگیم نه الان نه رسما کنترل روی نه تنها فکر بلکه بدن خودمون داشته باشیم از حالت پرواز خودکار در بیاییم و خودمون تعیین کنیم که الان چه کاری واجب تره چه مسیری میخوایم بریم و همون رو بریم یه مثال دیگه هم به ذهنم میرسه برای دوپامین و اون رهبر یه ارکست است درسته که تمام افرادی که اونجا هستن هر کدوم خیلی قشنگ میتونن ساز بزنن از اون سازه مخصوص خودشون ویالون ساکسیفون یا هر چیزی اگر یه نفر اون جلو واینسسه و بهشون اشاره نکنه کی بزنن کی نزنن نتیجه کار قطعا گوشخراش خواهد بود اگر اون شخص هم خیلی کارش رو بلد نباشه باز نتیجه کار خیلی جالب نیست همه این ها رو زدم که اهمیت سیستم دوپامین رو متوجه بشید چون در ادامه خیلی اثرش رو خواهید دید خب بیاین به مشکل عدم تمرکز به صورت جداگانه نگاه کنیم اصلا چیزی به اسم ADHD رو فعلا کنار بذاریم میبینیم که این یکی دیگه مشکل خیلی از افراد هست و کم و زیاد اون مردم دارن و همیشه در گذشته بوده نه تنها بوده بلکه مردم به صورت مستقل دائما در تلاش برای رفع این مشکل بودند و هستند مثال های ساده ای که میشه زد مصرف 3 تا 6 فنجان قهوه در روز هست کشیدن سیگار و خوردن قهوه همزمان که به اصطلاح حال میده یا مواد مخدری مثل هروئین یا امفتامین تمام این موارد یه چیز مشترک دارن و اون دوپامینی هست که به ما میدن انسان چه در گذشته و چه امروزه در همه حاله به اون پلیس وظیفه شناس وسط چهار ذهنش نیاز داشته و داره پس به طرق مختلفی در تلاش هست که به دستش بیاره همونطور که اون چهار به هم ریخته میشه ذهن ما هم پر هست پر از هزار و یک مشکل مختلف و انسان کلافه میشه متاسفانه اما عموم مردم به سمت مصرف مواد ناسالم میرن تا این ذهن رو آروم کنن اتیاد به هر چیزی یک نمونهش هست مثال افراد بزرگسال که ناخداگاه به سمت مصرف مواد و خوراکی هایی میرن تا حالشون رو بهتر کنن بچه ها هم خب سراغ موادی میرن که در دسترسشون هست و اون چیزی نیست جز مواد قندی تا مدت تا عموم مردم و خود من مخصوصا فکر میکردم که مصرف قند باعث ADHD در کودکان میشه اما اینجوری که مشخص شده ADHD قبل از تمایل به مصرف قند هست همونطوری که یک فرد بالغ سراغ سیگار میره تا ذهنش رو آروم کنه کودک هم سراغ قند میره تا ذهنش رو آروم کنه این یه مورد خیلی خیلی جالب هست که میشه باهاش تا حدودی تشخیص داد که یه بچه ADHD داره یا نه شکر، قند، شکلات، قهوه یا تمام مواردی که دوپامین رو در مغز ترشو میکنن اگر به کودک نرمالی دادید و فعالتر شد هایپر اکتیو تر شد یعنی اون بچه مشکل ADHD نداره چون سیستم دریافت کننده دوپامین در پریفرونتال کورتکس کاملا عادی عمل میکنه سرحال میشن و دوست دارن بیشتر تکون بخورن اما در افرادی که دچار ADHD هستن بعد از مصرف این مواد تر میشن دیگه زیاد ورج ورجه نمیکنن کاملا مخالف هم دیگه البته قهوه دو اولش اول شاید فرد رو برای مثال آروم بکنه و تمرکز رو بالا ببره اما هفتمی یا نهمین فنجون در روز دوباره اثر منفی میذاره و شخص رو بیشتر از قبل داغون میکنه و این به این معنی هست که فرد استرس حرکات بدن و ذهنش دیگه اصلا نمیتونه کنترل بکنه در این حالت دیگه سیستم دوپامین بیش از حد تحریک شده و دیگه درست عمل نمیکنه همین داستان برای بچه ها هم هست اون بچه ADHD اگر که بار اول و دوم با شکلات و آب آروم بشه یعنی داره اون معادل قهوه براش اثر میکنه وقتی که بیشتر از یه حدی بشه دیگه اثر خودش رو از دست میده و دوباره نه تنها اثر نداره بلکه اثر منفی داره مثل کسی که چندین قهوه در روز میخوره و مدام دستش میلرزه کسایی که 9 تا 10 تا فنجون قهوه در روز میخورن دیگه نمیتونن حتی دستشون هم کنترل بکنن وقتی به داروهایی که برای ADHD تجویز میشه نگاه بکنین میبینید که داروهایی مثل ریتالین مدفن و ادرا اینا همگی یه ورچه مشترک دارن و اون بالا بردن هورمون دوپامین هست از اصلا معروفتر ادرا هست که اسمای تجاری مختلفی داره و در اصل نمونه تجاری ماده مخدری به اسم آمفتامین هست این ماده خیلی خطرناکه در حال حاضر در آمریکا جز خطرناکترین ماده مخدر هست که بعد از جنکس اگه اشتباه نکنم کشنده ترین ماده مخدر هست اما تفاوتی که این ماده مخدر کشنده با داروهای پزشکی داره داروهای تجاری هست تنها تفاوت یه جورایی برمیگرده به اون دوز این داروها میتونن جوابگو باشن اگر یک اگر خیلی بزرگ پزشک با دقت زیادی دوز فرد رو مشخص بکنه و مدام پیگیر این دوز باشه تا فرد به بالانس خوبی برسه این مسئله خیلی مهمه و کمتر پیش میاد بهش توجه شه بیشتر مواقع دعوا سر این هست که دارو مصرف بشه یا نشه ولی خیلی خیلی کم پیش میاد که توجه به این مورد بشه که این وسط اگر اصولی و مناسب اون شخص دقیقا مناسب اون شخص با پیگیری مناسب با دوز مناسب مصرف بشه آیا جواب میده آیا میتونه مفید باشه یا نه با اینکه اشاره هم به راه حل شد اما هدف از این ویدیو پیدا کردن یا پیشنهاد دادن راه حل نبود اون یه ویدیو دیگه خواهد بود اما امیدوارم تا اینجا بیشتر با این مشکل شایع آشنا شده باشین در یه قسمت دیگه راجع به نظرات مخالف هم صحبت کنم. نقش استرس و تقضیه رو بیشتر خواهیم دید تشخیص ADHD خیلی سخت است دو تا از موارد بالا رو داشتین سر این برداشت رو نکنید که دوچار این مشکل هستید ممنون که تا اینجا با من همراه بودین اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای شخص خاصی مفید باشه یا جالب حتما برای اون عزیز لینکش رو بفرست امیدوارم با تنی سالم از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید موفق باشید در نتیجه زمان برای شما سریعتر از چیزی بوده که میگذره